ما شما در درس امروز خود فضای سیبودی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. شما امروز یاد می‌گیریم که فضای سیبودی چیست. وقتی ما می‌گیم تری‌دایمنشنال کوآردینیت سیستم یعنی چی؟ تفاوت از این امرای مختصات بودی مطرح می‌کنیم. در خطر درس امروز شما یاد می‌گیریم که هرگاه یک نقطه داده شد در فضا چگونه را تعیین کردن می‌کنیم. این یک نقطه است در فضا. فرض بکنیم که قاعده از این مافر یک نقطه بوده باشه. در فضا ما چگونه تعیین کردن می‌کنیم؟ کوآردینیت از این x و y و z از این چگونه ما تعیین کردن می‌کنیم؟ علاوه بر اون شما یاد می‌گیریم که یک سرفس چگونه برش معادله، هر یک معادله داشته و چگونه رسم از اون گراف از اون در فضای سه‌بعدی چگونه رسم می‌کنیم؟ اینا یاد می‌گیریم. علاوه بر اون شما دریافت فاصله بین دو نقطه در یک فضای سه‌بعدی را یاد می‌گیریم. هرگاه دو تا نقطه داده شود چگونه یک فاصله که پیدا کرده می‌تونیم در فضای سه‌بعدی. ما درس خود از این آغاز می‌کنم که شما در سیستم‌های دو‌بعدی یا تو دایمنشنال کوآردینیت سیستم در سیستم‌های دو‌بعدی شما داشتین که چه چیز داشتین؟ نه مستوی کارتیزیانی داشتین. در مستوی کارتیزیانی محور X و محور Y هم دیگر خود را قطع می‌کنند. در فضای سی بودی وقت ما مطرح میکنیم یا در 3D معمولاً شما حتی یک چیز داریم محور X بوده باشه، محور Y بوده باشه و محور Z بوده باشه. راحت تر شما یه تصور کرده میتونید یا هم فکر کرده میتونید. در فضای سی بودی این در حقیقت سه طرف یا دیوار شما فرض کنید که یکی سطح اتاق باشه یا کف اتاق باشه، یکی هم دیوال اولی، یکی هم دیوال دومی، حتی چیزی خیلی شد فضا فضای سه‌بعدی. در فضای دوبعدی شما میتونیم که یک نقطه را تعیین موقعیت بکنیم. فرض بکنم از ما خواسته میشه که نقطه دو و پنج یا هم نقطه سه و منفی چهار ما موقعیت شده تو دایمنشنال کوآردینیت سیستم تعیین بکنیم. به خاطر تعیین از این شما مستوی کارتیزیانی در نظر میگیریم، محور X است، محور Y اینجا هم بعین شکل محور X و محور Y شما پیش خود در نظر میگیریم. اینجا وقتی میگیم X ما دو واحد، یعنی دروی محور X به اندازه دو واحد حرکت صورت گرفته، یک واحد دو واحد دروی محور. پنج وقتی میگم دو تا جمله میگم، میگم دروی محور Y پنج واحد حرکت صورت گرفته. عبارت خود تغییر پنج واحد، یک دو سه چهار پنج عبارت خود تغییر میکنم. من میگم موازی به محور Y پنج واحد حرکت میکنه، موازی به محور Y اینی موقعیت ماست نقطه دو پنج. این جمله اینجا تکرار میکنم، در روی محور X سه واحد حرکت صورت گرفته، وقتی شما اینه تعیین موقعیت میکنیم یک واحد این سه واحد بوده باشه. منفی چهار مثبت پنج یعنی به طرف بالا، شما میفهمید که علامهش مثبت جهت مثبت، منفی بالا مثبت توافق کانونشنالی ما شما توافق میکنیم که جهت پایین منفی است، جهت بالا مثبت. وقتی ما میگم 4 موازی به محور Y 4 واحد به طرف پایین حرکت میکنه، یعنی تعیین موقعیت میشه نقطه 3 و نقطه منفی 4. این عملیه را ما شما در 3 دایمنشنال کوآردینیت سیستم انجام داده میتونیم. بالفرض از ما خواسته میشه که تعیین موقعیت بکنم 2 و 5 و منفی 3. فقط یک تفاوتی که داره در مختصات دوبعدی شما یک نقطه اینه که در نظر میگیرین کامپوننت X داره و کامپوننت Y داره، X داره و Y داره. اینجا وقتی ما مطرح میکنیم کامپوننت X Y و کامپوننت Z ما شما مطرح میکنیم یا در نظر میگیریم. از ما خواستم میشه گیره تین موقعیت بکنم در کنار از اون، از ما خواستم میشه که نقطه دو منفی پنج و سه رو تین موقعیت بکنم. علاوه بر این از ما خواستم میشه که نقطه و چند تا نقطه را تین موقعیت بکنم. از ما خواستم میشه نقطه منفی دو پنج و سه رو تین موقعیت بکنم. ما در تعیین موقعیت لغات مشکل ندارم، فقط میفهمم که اولین کار ما باید مستوی سه‌بعدی خود رسم بکنم، این محور X باشه، محور Y، محور Z باشه، بعین شکل اتوماتون محور X و محور Y و محور Z. اینجا عین چیز ما دارم محور X است و Y است و محور Z. یک چیزی که فراموشم نشه، شما جهت‌هایی که اینجا مطرح کردیم
اكسس وايس وزيز اینا جهت ها جهت های مثبت است ما این مثبت اکسس به شکل این هم مثبت وایس این هم مثبت مثبت زیز شما منفی زیر راحت تصور کردن بکنید اینی جهت منفی زیز به طرف پایین به طرف پایین جهت منفی است به طرف داخل میتون به طرف داخل جهت منفی اکسس این رو باید پیش خود بپذیر منفی اکسس به طرف چپ به طرف چپ منفی وایس خیلی منفی وایس از ما خواسته شده که این ماکت بکنم نقطه در روی محور اکس به اندازه دو واحد حرکت کردم خیلی من میگم در روی محور اکس به اندازه دو واحد حرکت کردم این به اندازه دو واحد در روی محور اکس حرکت کردم به اندازه پنج واحد موازی به محور وای حرکت میکنم به اندازه یک تو من دومین نظر کنم این پنج واحد موازی به محور وای حرکت بعد از اون سه واحد موازی به محور زی در جهت پایین حرکت میکنم علامه منفی یعنی در جهت پایین همه بشکنم این نقطه ما میشه نقطه دو و پنج و منفسه این هم در اینجا انجام میکنم دو واحد در روی محور اکس هست به این شکل ما این رسم میکنم بشکنم دو واحد پنج واحد در طرف منفی موازی و محور وای به طرف منفی خیلی موازی و محور وای هست به طرف منفی پنج این منف پنج میشه سه واحد موازی و محور وای به طرف بالا میشه به طرف بالا اینی نقطه میشه نقطه دو و منفی پنج و نقطه سه به شکل من یه تقیقه را کرد میتون این اول اینجا انجام میتون دو واحد به طرف داخل دو واحد در روی محور اکس دو واحد به طرف داخل به نظر میگیم نه من یه نظر میگیم به شکل ده به طرف داخل این میشه منفی دو پنج واحد به طرف راست پنج واحد به طرف راست سه واحد به طرف بالا سه واحد خوب است که بعد از این ما شما راست و چپ و به طرف داخل و من میگم به طرف داخل به طرف راست به طرف بالا پنج واحد واسه این نقطه نقطه منفی دو نقطه پنج و نقطه سیست هر نقطه که بعد از این به شما داده شود شما میتونیم که تعیین موقعیت کنیم با عنوان مثال با عنوان مثال ما داشته باشم نقطه دو پنج و سه من این در واقع تعیین موقعیت بکنم به شکل محورات ما در نظر بگیریم محور اکس باشه محور وای باشه و محور زی باشه وقتی من تعیین موقعیت میکنم در روی محور اکس دو واحد حرکت میکنم اتو چیزی دو واحد پنج واحد به طرف راست پنج واحد به طرف راست اینجا دو واحد اینجا پنج واحد سه واحد به طرف بالا سه واحد به طرف بالا این نقطه‌ای را که من اینجا در نظر میگیرم این نقطه در حقیقت در موازات با محور زی است نقطه دو پنج و سه به خاطر از اینکه شما یک تصور کرده باشید ما یک چیه بر شما نشان میدم ما اول اجازه بدین که این چی ما میخواه که همدید شما گفته لینا رو بند کرده در ساعت بعدی رو گفته این پروژکتور که به لین وصل میشه ایره پاک کنید کسی که نمانده که آنست ایره کنه مشکل که داره برشسته میشه روی سی بودی یا توی دمشتر کوردینیت سیستم چگونه ما تعیین موقعیت بکنیم تا وقتی که پس سیستم شروع چیز میشه باز خودش اگر براتون نمایش میکنیم فعلا ما شما میتونیم هر نقطه که برای ما شما داده شد میتونیم که تعیین موقعیت بکنیم قدم بعدی هر ما شما اول فضای سی بودی رو میشناسیم در فضای سی بودی ما سی تا محور به نظر میگیریم یکی محور عمودی بیده باشه بشید و محور وای بوده باشه محور اکس بیده باشه محور اکس، محور وای و محور سی محورات با همدیگر معمولاً یک سفر را می‌سازند یک سطح را می‌سازند سطح را که محور اکس با محور وای می‌سازند معلومه اینه نمایش به تو و یک سطح را می‌سازند بشید یک سطح را که می‌سازند نام سطح را می‌مانیم سطح اکس وای یا اکس وای پلین اکس وای پلین سطح را که محور زی امرای وای می‌سازند شما را در نظر می‌گیریم و یک سطح می‌سازند ای در حقیقت سطح از زی وای پلین به این شکل محور زی همراه محور اکس یک سطح را میسازه این را نام میتیم محور سطح زی اکس میدیم اده چیز میدیم سطح زی اکس اده چیزی ای من در حقیقت کدام کار را نکردم اینی سطح که در کف اتاق شما میدیم کف اتاق این دیده باشه اکس وان دیده باشه
across them, you know, یک دیوار دیوار یک دیوار دیوار دیگه معمولا محور ها بین هم دیگر یک تا پلینه یا هم یک تا سفر میسازن از بکنم ما مستوی دی دایمنشنال کوردینیت سیستم باشه باشم محور محور اکس است محور محور وای است یا محور محور زی بوده باشه و این جهت منفی زی به طرف داخل است این جهت جهت منفی است جهت منفی است جهت منفی اکس هم رو از یک تا سطح میتونه بسازه ما شما یه نظر گرفته میتونه یه مرگو در نظر بگیر متفیز میشه این یک سطح است سطح که جهت منفی محور اکس هم روی وای سطح است یا فرض بکنم یک سطح دیگر در نظر میگیرم که جهت منفی وای هم روی زی میسازه این جهت منفی وای است این هم زی است حتی خطوط موازی دست میکنیم این یک سطح دیگر است شما این سطح y x y یاد میکنید یا هم این سطح z y یاد میکنید یک سطح z y هم با شما در نظر گرفته میکنید نکات رو که با شما اینجا در نظر گرفتید این یک نقطه است این یک نقطه است یه یک نقطه است نکات رو که در نظر گرفتیم در بالای سطح از خود تصویر میداشته باشید بالای سطح از خود یک تصویر شما فرض بکنید این یک نقطه است یک نقطه است بالای اونو دیوار یک سایه میداشته باشید یک تصویر میداشته باشه یک نقطه است بالای زمین یک تصویر میداشته باشه بالای این دیوار مثلا اگه خواسته باشم تصویرش بالایی برم بشه پس مثلا دوباره در اونجا پایین شه اگر خواسته باشم تصویرش در روی کف اتاق پیدا بکنم مستقیم عمودن به طرف زمین اینم ما پایین میارم یا هم انتقال شه اگر خواسته باشم به اون طرف عین کار شما در فضای دوبودی انجام میدادید عین کار شما در فضای دوبودی انجام میدادید بالفرض بنام پروژکشن یاد میکرد در فضای دوبودی هر نقطه که میدهد ما داشته باشم محور محور X است محور محور Y میده باشم پس بکن این یک نقطه است یک نقطه است این شما در هم تصویر زیر در محور Y هم تصویر زیر در محور X میتونی رسیم بکنم من روی به نظر بگیرم تصویرش در محور X این است این تصویرش است یا پروژکشنش است تصویر زیر در محور Y این است تفاوتش ایست که در فضای سه بودی ما پلین مطرح میکنیم تصویر یا پروژکشن بالا یک پلین ما این نقطه را نظر میگیم این یک نقطه است نقطه دو، پنج و نقطه سه ما میخواییم که پروژکشن از این را پیدا بکنیم مستوی تری دایمنشنال کوردینیت سیستم در نظر میکنیم محور X بوده باشه، محور Y بوده باشه و هم محور Z ما دارو شما را امرای مختصات سیبودی در فضا آشنا کرده میدونم یا آشنا ساختن میدونم وقتی من میگم دو پنج سی یعنی حرکت در این محور اکس پندازی دو واحد است من یه وقت مطرح میکنم دو واحد است پنج واحد به طرف راست است پنج واحد به طرف راست سه واحد به طرف بالاست سه واحد به طرف این یک نقطه است این نقطه موشد نقطه اصلی حالا ما میخواییم که تصویری از این در این پلین زی اکس یا اکس زی برس بیارم این پلین ماست این پلین ما بوده باشه پیشه که اتو پلین است اتو چیزی موازی به ما موازی به این رسی میکنم به این شکل این پلین ماست اتو چیزی ما میخواییم ما میخواییم که تصویری از این یا این نقطه نقطه دو پنج و سیز میخواییم که تصویری از این بالا این پلین برس بیارم به خاطر برس این تصویرش هست انواع تصویر از این ما در نظر بگیرم اینجا تصویر شما در نظر بگیرم این تصویر دی مثل شما وقت تصویر از این نقطه است این نقطه است وقتی ما میخواییم تصویر به دست بیارم و اینجا در حقیقت اینی فاصله امون بیرم از سفر میسازم شما فرض بکنیم که یک صفحه است یک صفحه است یک نقطه است ما میخواییم که تصویر از این بالای صفحه به دست بیارم به خاطر پیدا کردن تصویر از این باید فاصله عمودی که بین از این موجود است این فاصله از بین بره این تصویر میشه ما تصویر از اینجا پیدا میکنیم فاصله عمودی این در حقیقت فاصله عمودی است فاصله عمودی در حقیقت این به اندازه 5 واحد خیلی این نقطه رو اگه خواسته باشم مختصات شده دست بیارم این نقطه فاصله عمودی صفر میشه 2 3 بشه 2 0 3 تو ما فاصله پروجکشن از اینجا به دست میاد به خاطر دریافت پروجکشن بالا یک محور این بالا یک سطح است صفحه صفحه ایکس زیست ایکس و زی باقی میمانه کامپوننت وای صفر میشه ارگاه خواسته باشم که تصویر از این را من این نقطه دوباره در نظر میگیرم
محور محور x بوده باشه، محور y بوده باشه و محور z بوده باشه. این نقطه دارم نقطه ما این نقطه است، این نقطه است، این نقطه نقطه 2 و 5 و 3. ما اگه خواسته باشم که تصویری از این در این محور در این صفحه x و y بنویسم، این صفحه x و y ماست، صفحه x و y به این پلین x و y ما پروژکشن از این بنویسم. به خاطر به دست آوردن این فاصله عمودی از این باید صفر شه، این باید به طرف پایین حرکت بکنه. بیا اینجا به اینجا ما نمیزنیم. تصور بکنیم که این یک صفحه هست، این من به طرف پایین حتی به طرف پایین پروژکشن شد بدست میارم. این پروژکشن شد وقت بدست میارم فاصله عمودی صفر میشه. فاصله عمودی، فاصله عمودی ما در حقیقت موازی با محور زیست، در حقیقت زی ما صفر میشه. این مختصات از این 2, 5 و 0 میشه. ما شما مدام میدون هرگاه یک نقطه داده شد، ما شما در یک پلین میتونیم که پروژکشن یا تصویر شد بدست بیاریم. ما شما در پلین XZ بدست آوردیم، گفتیم فاصله عمودی مربوط است صفر میشه. فاصله عمودی در اینجا مرکبه Y بود، این باید صفر شد. در اینجا مرکبه مرکبه X بود، مرکبه Z بود، مرکبه Z باید صفر شد. یا میشه که من تصویر بدست بیارم در روی پلین ما رو به نظر بیدم، محور X ما بوده باشه، محور Y ما بوده باشه و محور Z، اینی نقطه ماست.